خبر برهم زدن همایش اصلاح طلبان در قرچک ورامین این روزها با واکنش‌های زیادی روبرو بوده. به نظر شما چرا دولت توان برخورد با گروه‌های فشار رو نداره؟ بیاین روی خط و نظراتتون رو با ما مطرح کنین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفناتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. اخیر که بحث حضور جناح‌های سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی داغ‌تر شده، حمله به سخنرانی‌ها هم شدت گرفته. در حالی که نیروهای امنیتی و انتظامی هنوز واکنش جدی نشون ندادن. به نظر شما چرا دولت توان برخورد با این گروه‌ها رو نداره؟ این گروه‌ها از کجا فرمان می‌گیرن؟ در طول برنامه حتما همراه خواهیم بود با آقای علی افشاری که فعال سیاسی هستند. اما ابتدا گزارشی رو براتون آماده کردم از خبر آنلاین که با هم مرور میکنیم. در این گزارش که تیترش هم همچنین میبینین، میگه گزارش اولیه حادثه قرچک به استاندار تهران رسید که البته گفته این گزارش تا آخر هفته تکمیل هم میشه. اما در این متن اومده که سید حسین هاشمی که استاندار تهران هستش گفته تیمی که این اتفاق رو بررسی میکنه از من تقاضا کرد تا ابعاد مختلف این اتفاق رو دقیق تر بررسی بکنن. من هم با تقاضای اونها موافقت کردم، بنابراین تا آخر این هفته متن کامل این گزارش تهیه میشه. البته در ادامه هم آقای استاندار تهران اضافه کردن که وزیر کشور تأکید کردن که اگر در این اتفاق تخلفی ثابت شد حتما با اون باید برخورد بشه. بنابراین اگر بر اساس گزارش نهایی اثبات بشه که تخطی از قانون انجام گرفته، پرونده اون به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. گزارش دیگه ای رو هم براتون آماده کردم از صدای آمریکا که در این گزارش اومده فرماندار قرچک ورامین اعلام کرده که حسین نقوی حسینی که نماینده مجلس شورای اسلامی هست به دلیل نقشی که در تجمع غیرقانونی و برهم زدن همایش اصلاح طلبان داشته به دستگاه قضایی معرفی بشه. و کاربران هم نسبت به این واکنش نشون داده بودن. یکی از کاربران میگه قریب به اتفاق، نماینده ها نه از قانون چیزی میدونن نه اعتقادی به اون دارن، فقط طرفدار هستن و به شدت دنبال منافع فرصت طلبانه خودشون هستن. نظرات خیلی زیاد هستش که حتما در طول برنامه ما این نظرات رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. راه‌های ارتباطی رو در ابتدای برنامه براتون گفتم. یکی دیگه از راه‌های ارتباطیمون پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط هستش که از همین الان میتونین تماس بگیرین. یادتون باشه پیامگیر 24 ساعته هست، هر زمانی میتونین تماس بگیرین با ما. همکارانم در اتاق فرمان منتظر تماس‌های شما هستن. شماره پیامگیر هست 202-382-7205. منتظر تماس‌های شما هستیم. پیش از اون که بخوایم با آقای علی افشاری صحبت بکنین، اجازه بدین یکی از تلفن‌ها رو الان وصل بکنیم. آقای وحید از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام. عرض سلام دارم خدمتتون. ببینید، من به نظرم در رابطه با گروه فشار صحبت البته زیاده. من خیلی دوست داشتم قبلش صحبت بقیه مخاطبینتونم گوش میکردم، سپس اظهار نظر میکردم. اما نظر شخصی خودم اینه، با توجه به تجربیاتی که تو این سالها کسب کردم و اخبار دنبال کردم، ببینید گروه فشاری که گفته میشه به نظر من تعدادی افراد خودسر هستن
که بنا به تشخیص و صلاحیت خودشون عمل میکنه. من اصلا فکر نمیکنم از جای خاصی سازماندهی بشن یا به جناح و گروه خاصی منتسب باشن، چون شما اگر دقت کرده باشید هم به اصطلاح سخنرانی جناح اصولگرا مثلا نمونه بارز صحبت های دکتر احمدی‌نژاد بود توی دانشگاه امیرکبیر اگر اشتباه نکنم، صحبت هایشون هم به هم زدن، صحبت های حسین شهیدمداری هم به هم خورده، های دکتر حسن عباسی همینطور و و و و حالا صحبت جناح مثلا اصولگران اصلاح طلب هم همینطور از طرف بعضی افراد به هم خورده یا مثلا به آشوب کشیده شده. من حس میکنم دولت هایی هم که میان به اصطلاح این عزم دارن که با این گروه ها برخورد بکنن. نمونه بارزش اتفاقی که برای آقای دکتر علی مطهری توی شیراز افتاد، دولت واقعا تلاش داره که به اصطلاح عوامل این اتفاق رو شناسایی بکنه و به مجازات اعمالشون برسه. اما من حس نمی‌کنم اینکه یک البته بحث آقای احمدی نژاد رو که شما مطرح کردین بخشش دانشجوها بودن مشخص بود، ولی آقای مطهری رو که مطرح می‌کنین هنوز مشخص نشده. خب بالاخره ببینید وقتی گروه فشار میگید فرق نمیکنه دانشجو یعنی نمیتونه گروه فشار باشه. من میخوام بگم که اینکه فکر نکنیم مثلا از یه جایی سازماندهی شده هست و اینو از قبل طراحی شده، برنامه‌ریزی شده مثلا به فلان جا حمله بشه یا مثلا به هم ریخته بشه، همچین چیزی نیست. نمونه بارز هم تسخیر سفارتخانه جاسوسی بود که سال 58 اصلا از قبل برنامه‌ریزی نشده، توسط خود دانشجو انجام شد. بعد از اون بود که اصلا دولت و به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی از این اتفاق اتفاق حاضر حادثه قرشک ورامین. خب اینها مجوز گرفته بودن، به نظر شما با وجود اینکه مجوز هم گرفته بودن و این مشکل پیش اومده، واقعا این میون چه نهادی وظیفه رسیدگی داره؟ ببین خود وزارت کشور وقتی مجوزی رو صادر میکنه و به یک تجمعی نمیدونم حزبی جایی اجازه برگزاری کمیسیون رو میده یا جلسه ای رو، خود وزارت کشور که تمام به اصطلاح امکانات رو برای حفظ امنیت این جلسه در اختیار داره، خود وزارت کشور باید محافظت بکنه از نظم و امنیت برگزاری این نشست یا جلسه. وقتی این کار انجام نمیشه و به هر دلیلی به هم میخوره، به نظر من خود وزارت کشور باید در صحت این مجوزهایی که منتشر میکنه یک بازبینی رو صورت بده. وقتی وزارت کشور نمیتونه از به اصطلاح امنیت یک جلسه کوچیک به اصطلاح حفاظت بکنه، دیگه فکر کنم در یک دید کلان اگر بخوایم نگاه بکنیم، خب عملکردش در یک حوزه کلانتر زیر سوال میره. من الان به نظرم وزارت کشور که الان خودش هم یه خیلی منتسب هست به ارزم به وجود این جناح اصلاح طلبان و خب شعارهای خیلی خوبی هم دارن تا الان، من امیدوارم پای عملشون هم وایسن، واقعا هم نشون بدن. ببینید خود مسئولین وقتی نیاز یک صحبت دو پهلو رو انجام میدن هیچ وقت حقیقت کشف نمیشه. یک بار واقعا بیان نشون بدن که آقا مثلا همین حادثه چهچه که شما اسم بردید ازش مقصرین و عوامل پشت برنامه که به اصطلاح جلسه رو به هم ریختن چه کسایی بودن، واقعا مجازات بشن. وقتی خود دولت میاد به یک سری صحبت‌های دو پهلو اکتفا میکنه و حالا سعی میکنه با یه سری اعمالی ضعف خودش رو هم زیر سوال ببره، من هیچ وقت فکر نکنم به اصطلاح تکلیف به قول شما گروه‌های فشار یا افراد خودسر مشخص بشه. خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین آقای وحید. علی از ترکیه از طریق اسکایپ روی خط هستیم، بفرمایید. سلام خانم ایران دوست، با درود به شما. از 16 تماس دیشب 13 تاش موافقین بودن، 3 تاش فرمودام شما به عنوان یه ناظر موجزه خوب اینا رو مد نظر داشته باشید. اما موضوع برنامه‌تون خانم ایران دوست، شما به عنوان صاحب نظر ژورنالیست از شما سوال میکنم. شما خوب میدونید که واژه گروه در ادبیات فارسی و سیاسی اجتماعی به عده گفته میشه که هدفی رو بدون پشتیبانی حقیقی و حقوقی و قضایی، یعنی همون دولتی، و بدون پشتیبانی مالی و تشکیلاتی باشه. این چه گروهی که از بعد انقلاب، از زمان دولت انقلابی آقای بازرگان و بنی‌صدر و دولت مردم سالار خاتمی و دولت به اصطلاح تدبیر امید کلیساز روحانی، همه هنوز از اون به عنوان گروه یاد میکنن. همه دولت بعدا حتی شما میدونین که این به اصطلاح گروه زیر نظر رأس هرم و تحت فرمان ولایت مطلق فقیه هستن جناب، و فقط برای انحراف افکار عمومیه که به صورت مشهور ناشناخته گفته میشه. خانم ایران دوست، یعنی واقعا دولتی که تو جهان ادعا میکنه من میتونم مشکلات آسیا رو حل کنم، من میتونم مشکلات عراق رو حل کنم،
هواپیما رو بیاره پایین، خیلی کارهای مهم میکنه. نمیدونین گروه فشار کیه؟ و اما نمایندگان مجلس، این نمایندگان مجلس مگه غیر از اینه که باید از فیلترینگ نظارت استوابی و شورای نگهبان بگذرن؟ مهمترین اصلش مگه معتقد به ولایت فقیه نباید باشن؟ مگه نباید فرمان ولایت فقیه رو انجام بدن؟ این چه نمایندگانی؟ در ظاهر فقط مردم میرن رأی میدن، اما اونا فرمانبردار ولایت فقیه هستن. نمونه شما یک به حافظه تاریخ برمیگردیم. ببخشید آقای علی، میدونم ممنون از نظری که دارین، اگر لطف کنین کوتاه جنبندی کنین صحبتتون رو ممنون میشم. ما مهمان هم در برنامه داریم، باید با ایشون هم صحبت کنیم. بفرمایید. الان خدمتتون میگم، زمانی که دولت منتخب بنی صدر به وسیله رهبر فقیه میاد استیضاح میشه، بلافاصله مجلس خوش حرمتی انجام میده و رئیس جمهور استیضاح میکنه. در زمان آقای خامنه ای، زمانی که مجلس میاد با حداکثر آرا وزیر منتخب آقای احمدنژاد رو رد میکنه، بعد سخنرانی همه مجلسی ها میان عذرخواهی میکنن. و ببینید این جالبه که وقتی شما میگید انتخابات مجلس و این بلوایی که به واسه گروه فشار به وجود بیاد، این فقط تنور داغ کردنه. دو جریان به وجود آوردن به عنوان جریان اصلاح طلب و جریان به اصطلاح اون جریان آقای نمیدونم اسمش چیه، اصلاح طلب و اون جریانی که به اصطلاح وجود داره، اینا فقط تنور انتخابات رو داغ میکنن، فقط میخوان مردم رو به صحنه بکشونن. هیچ کدومشون خانم ایران دوست در جهت یک کدوم نیمه رد صحبت های آقای خامنه‌ای صحبت کنه. خیلی ممنون آقای علی که در برنامه شرکت کردین. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشین. با یاسد بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. نظر @voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر @voanews.com آقای علی افشاری، فعال سیاسی، از این لحظه با ما همراه هستن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنون از اینکه در برنامه حضور دارین از طریق اسکایپ. آقای افشاری، با توجه به واکنش‌هایی که نسبت به حادثه قرچک ورامین خب در شبکه‌های اجتماعی هممون داریم می‌بینیم و همینطور واکنش سخنگوی دستگاه قضا به این حادثه که گفته پیگیر جریان باید باشین، به نظر شما چه نهادی مسئولیت برخورد با این گروه‌های فشار رو داره؟ ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی می‌کنن. خب این اولین بار نیست که حوادثی از این دست اتفاق میفته و اگر ما بخوام پاسخ به این سوال رو دریابیم که چه گروه و چه جریانی پشت پرده این حرکت هست، باید به سوابق موضوع رجوع بکنیم و این سوابق ما نشون میده که حالا اون دست یا دستهایی که آمر دستوردهنده و سلسله جنبان این نوع حرکت‌های غوغاسالارانه و به حال مغایر با قانون هستن در لایه‌های بالای هرم قدرت نفوذ دارن و تاکنون تونستن علی‌رغم اقدامات خشن و تندی که انجام دادن و با محکومیت‌های زیادی هم چه در عرصه اجتماعی و چه در عرصه بخشی از نیروهای دولتی و حکومتی مواجه شدن، اما از مجازات و تنبیه فرار بکنن و حتی مورد شناسایی رسمی و قانونی قرار نگیرن. و به هر حال تجارب قبلی و همچنین مواضعی که این افراد و گروه ها اتخاذ میکنن به دلیل اشتراکات گفتمانی که با مواضع رهبری و نهادهای زیرمجموعه ولایت فقیه داره و نهادهای انتصابی، انگشت اتهام رو به اون طرف میبره. منتها همین نیروها و هم نیروهای حامیشون
هر دو تمایل دارن که خودشون در یک حالت مجهول قرار بدن و تحت عنوان کلی مردم، نیروهای انقلابی، نیروهای ارزشی معرفی بشن. ممنون از شما. در طول برنامه حتما با سوالات بیشتر با شما صحبت میکنیم. اجازه بدین تلفن ها رو باز بکنیم. آقای رحیم از کرمان روی خط هستین. سلام، بفرمایید. الو، سلام. سلام، وقت شما بخیر. آقای افشاری جان، خدمت شما سلام عرض میکنم. دو تا مطلب داشتم خدمتتون، خیلی کوتاه میگم. اول این آقایی که گفتن چرا این همه طرفدارای ایران میان رو خط، من بهشون میگم آقا اینا یه میانگین، این تماس گیرنده ها توی برنامه یه میانگین از مردم ایران. شما اگر لطف بکنین پاسخ سوالمون رو بدین و در رابطه با برنامه صحبت کنین ممنون میشم. خواهش میکنم. من فقط بهشون میگم که یاد بگیرن به مردم احترام بذارن ازشون. در رابطه با موضوع برنامه، اگر اعتراض مردم در چارچوب قانون باشه، خب این حق مردمه. ولی صحبت اونجاییه که نه، همه جا بعضی وقتا سوء استفاده برای هستن، چه تو معمولا تو همه احزاب هم هستن. یعنی اگه یک احزاب هر کسی بره سخن بگه، چه اصولگرا چه استطرف، بعضی هستن که همیشه میخوان برن به هم بریزن. شما چرا وقتی از اصولگرا تجمعشون به هم ریخته میشه چرا اعتراض نمیکنین؟ اصلا شما آقای افشاری اونجا بودین که تو دفتر تحکیم وقتی بودن خودشون متخصص بودن تو برگزاری تجمعات غیر قانونی. اصل شما نظرتون درباره این برنامه چیه؟ به نظر شما آیا دولت توان برخورد با گروه های فشار رو داره یا نه؟ نظر من اینه که اگر اعتراض مردم در چارچوب قانون باشه، اگر اعتراض صحیح باشه، حق مردمه، باید برن اعتراض. پس شما فکر میکنید این برهم زدن این تجمع حق قانونی مردم بوده؟ اجازه بدین نظرات دیگر رو هم بشنویم. آقای محمد از فاروج روی خط هستین. سلام، بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشی خانم ایران دوست. ممنون. ببینید خانم ایران دوست، در رابطه با گروه های فشار، اینا از آسمون به زمین نیومدن که ثبت شده باشن. اینا هم بالاخره یه عده ای از همین ملت هستن و حتی من میتونم بگم از بدنه دولت هستن. اگر میشه که یه تعدادی بیان برن، مثلا اینا بالاخره دستور میگیرن از یه جایی، حالا من نمیدونم از کجا، ولی اینا این نیروهایی که در زمانهای اضطراری لازم و فرمان هستن، به قول معروف به اینا میگن بریم کلا بیاری، متاسفانه اینا میرن سر میارن که این اصلا صحیح نیست. ولی اینا هم بالاخره از همین دستگاه دولت، مگه میشه که دولت توان مقابله با گروه های فشار رو نداشته باشه؟ مگه این گروه های فشار آدم های فضایی هستن که اومدن داخل ملت و شناسایی نمیشن و نمیتونن اینا رو بشناسن و نمیتونن ببینید چطور؟ اگر مثلا خدا بیامرزه پسر های روح الامینی وقتی در اتفاق کهریزک همچی اتفاقی براش میفته و به هر حال از بین میره، خیلی سریع میان حتی داستان وقت رو میتونن پای میز محاکمه بنشونن و برسونن و بعد نمیتونن این آدم ها رو شناسایی بکنن. من به نظرم اینا تفره رفتنه و اینا سرباز کردن از بار مسئولیته. اینا هم آدم های همین نظام هستن، آدم های همین ملت هستن و از همین جامعه هستن. کسای دیگه از جای دیگه، ببخشید، از مردها که وارد ایران نمیشن که بیان برن این تجمعات رو به هم بزنن. اینا هم از همین دامن، از همین ملت هستن و از همین بدنه دولت هستن و دولت هم میتونه با اینا برخورد بکنه. حالا چرا برخورد نمیکنه؟ اینا حتما صلاح میدونن که برخورد نمیکنن و یا به هر حال سفارش شدن که با اینا برخورد نشه. و اینی که میگن آقا نمیتونن، من بعید میدونم که یه دولت وقتی میتونه یه مملکت رو بچرخونه، نمیتونه 4 نفر یا 10 نفر رو مثلا شناسایی بکنن و برن بگیرن و به مردم معرفی کنن. نه، اینا به نظر من سر کار گذاشتن. خیلی ممنون آقای محمد که در برنامه شرکت کردین. من گزارشی رو از ایسنا براتون آماده کردم. واکنش یک عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هستش. خانم آذر منصوری گفته نهادهای نظارتی و قضایی باید پاسخگوی این سوال باشن که طیف تندرو با چه امنیت خاطری دست به تندروی میزنه و امنیت ملی رو در شرایطی که داعش در منطقه حضور داره زیر سوال میبره.
گفته برنامه اونها در تقابل با برنامه های اصلاح طلبان و حامیان دولت در انتخابات پیش رو این گروه های تندرو به دنبال ایجاد فضای ناامن و ناامید کردن بدنه اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات پیش رو هستند. میگه چرا که میدونن بر اساس تجربه هر زمان که مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات کم بوده شانس این افراد در کسب آرا هم کمتر بوده. این فعال سیاسی گفته از همین رو هر زمانی که گروه های مخالف اصلاح طلبان میخوان مشارکت اونها رو کاهش بدن، طرحهای برخورد تند و تندروی رو در دستور کار خودشون قرار میدن. آقای افشاری، دلیل حساسیت این دوره از مجلس شورای اسلامی چی هستش؟ بسیاری از کاربرانمون هم به این مسئله خیلی تأکید کردن که خب نزدیک به انتخابات هست و اینا همیشه فشار رو قبل انتخابات خیلی زیاد میکنن. بله، ببینید، خب این انتخابات مجلس شاید اولین رویداد سیاسی مهم بعد از دستیابی برجام هست، یا به عبارت دیگه در دوره پسا توافق هسته‌ای و تحولات و تغییرات احتمالی که این رویداد در آرایش نیروها در داخل نظام و همچنین عرصه سیاسی ایجاد میکنه باید شاید که این انتخابات حساس باشه. از طرف دیگه پیش بینی میشه که این انتخابات هم مشابه انتخابات ریاست جمهوری 11 در سال 92 که منجر به ریاست جمهوری حسن روحانی شد، یک حدی از رقابت در اون وجود داشته باشه و دوباره اصلاح طلبان و همچنین هواداران دولت که تحت عنوان برنامه سیاسی اعتدال شناخته میشن فرصت نقش‌آفرینی داشته باشن و اصولگرایان ممکن هست که اکثریت مجلس رو از دست بدن، به خصوص چهره‌های تندروی اونها که در قالب جبهه پایداری فعال هستن، افرادی مانند زاکانی، مانند روح الله حسینیان، مانند کوچکزاده، مانند رسایی. و از این منظر است که انتخابات خب حساس شده و به همون میزانی که احساس خطر میشه که حالا گروه‌های سیاسی که یا خودی رانده شده و حاشیه هستن یا غیر خودی محسوب میشن، اینها در دوره پسا توافق هسته‌ای نتونن از فضا برای تقویت خودشون و تضعیف اقتدارگرایان یا نیروهایی که حالا در دسته کلی اصولگرایان میگنجن و به خصوص اصولگرایان افراطی موفق بشن آنها رو تضعیف کنن. از این منظر است که انتخابات حساس میشه و خب گروه‌های فشار هم برای مهار و کنترل اونها فعال میشن. ببینید، این مسئله گروه‌های فشار و اینکه از اونها استفاده بشه عنوان اهرمی برای مهار و برخورد با مخالفین و حفظ وضعیت موجود سیاسی و حفظ بالادستی ولی فقیه در عرصه سیاسی ایران، امری هست که در این 37 سالی که به هر حال بعد از انقلاب می‌گذره و حتی در یکی دو ماه قبل از اون این پدیده گروه‌های فشار وجود داشته و همزاد نظام جمهوری اسلامی هست و از منظری اهرم اصلی رهبری و ولی فقیه برای کنترل جامعه هست، برای تحمیل نظرات خودش بر جامعه هست، برای مدیریت فضا هست. و در اصل اگر ما جمهوری اسلامی رو یک حکومت اقتدارگرای بسته بدونیم که در کنار حالا ویژگی تمامیت‌خواه و استبدادی حکومت از جامعه توده‌ای سرکوبگر هم استفاده می‌کنه، اون وقت گروه‌های فشار یک وسیله مهمی هستند برای این یکسان‌سازی، برای اینکه فقط برخوردها از سوی نهادهای برحال که قوه قهریه رو به شکل رسمی دارن، مثلا پلیس، مثل نیروهای اطلاعاتی، مثل سپاه، مثل ارتش و حالا دیگر ضابطان قوه قضاییه، اینها فقط نباشن که حالا دید بیرونی خب همه میتونن بگن که آقا مثلا دولت داره از قوه اجبار خودش استفاده میکنه، میان یک بچه مردمی هم بهش میدن، گروه های رو سازماندهی میکنن که در ظاهر اینا مردم هستن، حزب الله هستن، ولی عملا این گروه ها بخش غیره، یعنی ادامه وجودی دولت در جامعه هستن، از پشت پرده توسط نهادهای امنیتی و نظامی به خصوص از سپاه پاسداران سازماندهی میشن، هدایت میشن، مسئولیت دارن، قوه قضاییه هیچ وقت با این نیروها برخورد نمی کنه و کسی هم با اینها برخورد بکنه بر اساس تجارب گذشته
اون زیر ضربه میره. لذا از همه نیروها استفاده میشه برای اینکه حداقل این تک صدایی مورد نظر حکومت رو بر جامعه تحمیل بکنن و اجازه ندن که مخالفان اون آرایشی، اون برنامه‌ای، اون نظمی که رهبری و بخش مسلط قدرت در نظر دارن در جامعه حاکم بشه، اون به هم بخوره. یعنی اگر ما برگردیم به ابتدای انقلاب، این گروه‌های فشار بودن که تحت عنوان حزب الله اون موقع حالا به تجمعات و غیره حمله می‌کردن و شعارش این بود که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. یعنی این نیروها به دنبال این هستن که یک نوع یک دستی یکسانی رو در عرصه سیاسی ایجاد بکنن و مخالف عملی هر نوع تکثر و مثلا تنوعی در عرصه سیاسی هستن. این نکته رو من اضافه بکنم که این مسئله قانون خب مسئله مهمی است. این دوستمون که سوال کردن، آقایی که گفتن که دفتر تحکیم وطن تجمعات غیر قانونی داشته، این ادعای غلطی است. اگرچه دفتر تحکیم وطن از ابتدا معتقد بود که هر گروهی که به هر حال مجوز رسمی داره و بر طبق قانون اساسی عمل میکنه، این حق رو داره که راهپیمایی که مسالمت آمیز باشه و در اون سلاح هم نشه انجام بده و نیازی مجوز نیست. ولی علارغم این اعتقاد، برای تمامی تجمعاتش از وزارت کشور و شورای تامین استان تهران مجوز دریافت کرده بود و در اصل اون گروه های فشار و کسانی که حمله میکردن اقدام غیرقانونی انجام میدادن. منتها در مورد قانون و نسبتش به گروه های فشار هم اگر فرصتی باشه بعدا صحبت کنیم. حتما در ادامه برنامه سوالات دیگه‌ای رو با شما مطرح می‌کنیم. به نیمه اول برنامه روی خط رسیدیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. با نظرات فیسبوک برنامه را ادامه میدیم. امیر کاوه از کاربرانمون هستش که در فیسبوک برامون نظر گذاشته. میگه گروه‌های فشار و تندرو از ابتدای انقلاب با در اختیار گرفتن ثروت‌های ملی به تدریج صاحب قدرت مطلق شدن. با توجه به اینکه هسته مرکزی حکومت رو تشکیل دادن، دولت توانایی برخورد با اونها رو نداره و هر جناح سیاسی مخالفی هم که بخواد وارد میدان بشه، این گروه تندرو که شکل مافیایی به خودش گرفته با خشونت و توهین و تهدید جلوی فعالیت اونها رو میگیره. یکی دیگه از کاربرانمون به نام امیر از کاربران اینستاگرام روی خط برامون نظر گذاشته. میگه اینا همش فیلمه برای تهیج کردن مردم تا برن تو صفهای بی تأثیر انتخابات و رای بدن. از سال 76 شاهد این حزب و حزب بازی ها و بگیر و ببند ها بودیم. این هم نظر امیر بود که برامون نوشته بود. اما یک گزارشی هم از خبر آنلاین براتون آماده کردم که انتقاد نماینده ملایر از خودسری ها هستش. این تیتر این گزارشه. وزارت کشور میگه از مجوز خود برای سخنرانی ها دفاع کند. این نماینده مجلس گفته بعضن سخنرانی ها و تجمعات مجوزدار در مورد اعتراض و حمله گروه هایی قرار میگیره و نهایتا لغو میشه. وزارت کشور اگر توان ارائه و نظارت بر مجوزهایی که ارائه میده رو داره، باید به اون بر اون استادگی کنه و نشون بده که قانون حاکم هستش نه زور. حتما با سوال بیشتر با آقای افشاری صحبت میکنیم. اما اجازه بدیم با اسکایپ ادامه بدیم. آقای بهروز از کرج روی خط هستین. سلام. سلام، میخواستم که عرض ادب داشته باشم هم خدمت شما هم همه بینندگانتون. ممنون. ببینید، خواهش میکنم، من ببینید خانم ایران دوست، به مطلبی که شما میگین دو پهلوه. یه مقداری بحث در این زمینه، یعنی همینطوری که اون بیننده اولی هم از تهران بود کجا بود صحبت کرد، خیلی قشنگی موضوع توضیح داد. ببینید، نباید گره‌هایی که افراد که میان مجالس رو به هم میزنن طرفدار یک شخص خاصی هستن، اونا رو بگیم اینا آزادی خوان، اومدن میخوان از آزادی استفاده کنن برای بیان مطالب خودشون، اونا رو بگیم آزادی خوان. ولی جاهای دیگه که
در طرفداری از افراد خاص دیگه میکنن، بگیم اینا گروه های فشارن. ببینید تو اتفاقاتی که در سال 88 افتاد، مردم اومدن تو خیابونا، شما اونجا میگفتید آزادی بوده، مردم میخواستن اون رأی خودشونو پس بگیرن، میگفتید اشکال نداره میشه این کارو کرد، چرا بیان مخالفان مثلا اونایی که میان مخالفن میزنن. ولی الان اینجا شما دارید میگی اینا گروه های فشارن، در صورتی که وقتی آدم میره نگاه میکنه مطالب میخونه، میگن ما اصلا مردم قرچک با برگزاری همایش مخالف نبودن، میگفتن که چرا شما از افرادی استفاده کردین که این افراد وجهه صحیح و درستی نداشتن. پس با گزارشی که شما دارید الان میدید که میگن اومدن ریختن گروه فشار بوده، اینطوری به نظرم اینطوری دقیقش نیست. شما الان بازم یه سرچی بکنید، خود آقای نماینده قرچکم که اونجا بوده اینطوری بیان میکنه که میگه من خودم وقتی شنیدم رفتم ببینم چه اتفاقی افتاده و چه جریانیه در جریانه، رفتم اونجا دیدم مردم به صورت آرام دارن شعار میدن، نه بر علیه اصلاح طلبا، بر علیه افراد که حالا معلوم الحال هستن مثل آقای موسوی که اینا تو اتفاقاتی در سال 88 افتاد خودشون رو مشخص کردن، نشون دادن اینا به نفع نظام صحبت نمی کردن. مردم اونجا گفتن ما نمی خواهیم این افراد تو شهر ما صحبت کنن، علی‌رغم اینکه شاید شما ببینید که کسای دیگه بخوان نذارن، کسای دیگه مثل آقای لاریجانی که نتونست بیاد تو قم گفتن آقا ما نمیخوایم صحبت کنه. پس این گروه فشار استفاده نکنیم، لفظ گروه فشار به نظرم خیلی بهتره، بگیم یک عده‌ای که میخواستن بیان کنن مطالب خودشون رو، حالا بازم آقای افشار الان میخوان دوباره بگن نه اینا گروه فشار، به نظرم اینطوری درست نباش نگه بهتره. و ممنونم از برنامه‌تون و تشکر از شما. خواهش می‌کنم آقای افشاری بفرمایید، شما صحبت خاصی در همین رابطه دارین؟ رو بدم که اولا اعتراضاتی که مردم در بعد از انتخابات جنجالی سال 88 داشتن اصلا قیاس مرد فارغ هست، اگه جنس دیگری است. اونها در خیابون اومدن در اعتراض این که تلقیشون این بود که تقلب بزرگی صورت گرفته و رأی های اونها به سرقت رفته، اونها به شکل مسالمت آمیزی اومدن و به هر حال اعتراضشون رو بیان کردن و خواهان بازنگری در انتخابات، تکرار انتخابات شدن و حمایتشون از کاندیدایی که بوند رأی داده بودن و فکر می‌کردن که اون در از رئیس جمهور اصلی آقای میرحسین موسوی است. اونها نه متعرض کسی شدن، نه ارعاب ایجاد کردن، نه وحشت ایجاد کردن. برخوردهای گروه‌های فشار انجام دادن نفس تجمع اونها نیست، بیشتر برخوردهای از اونها مورد انتقاد و اعتراض هست و باعث شده که این لفظ گروه فشار رو پیدا بکنه، که خواهان ایجاد محدودیت برای دیگران میشن، خشونت میورزن، جاهایی بوده که برخورد فیزیکی انجام دادن، برنامه‌های رو به هم زدن، مانع سخنرانی یک فردی شدن و حقوق بدیهی، خدادادی و شهروندی اون فرد رو نقض کردن. اینکه یه گروه جمع بشن و هر دلیلی بگن ما فردی رو صالح نمیدونیم، این هم پذیرفته نیست، چون ما مردم به معنای اینکه همه افراد دیگه هم فکر هستن یک جور فکر میکنن نداریم، این یک افسانه است و در اصل نظام‌های تمامیت‌ها و استبدادی و کسانی که دنبال مراد مریدی هستن میخوان همه رو یکسان جلوه بده و جامعه رو تبدیل بکنن به یک توده بیشکلی که در اختیار یک رهبر هست. مردم از گروه‌های مختلف تشکیل میشن، دیدگاه‌های سیاسی متفاوت. خب ممکنه کسانی هم بگن آقای نقوی حسینی که نماینده مردم بوده در ورامین فرد ناصالحی است، فرد معلوم الحال است، کما اینکه به هر حال به نظر من اگر در این زمینه در ایران نظر سنجی بشه، به باور من بیشتر اکثریت مردم ایران نقوی حسینی رو معلوم الحال میدونن تا موسوی لاری رو. بنابراین این نمیتونه افرادی، گروهی که افراد کم شماری بودن در اونجا، به هیچ عنوان تعداد اونها نه کمیتشون و نه کیفیتشون نمیتونه با اکثریت مردم ورامین برابری کنه، حتی برای مردم قرچک ورامین. به هر حال این حکومت یک مراجعی داره، نهادهایی داره و این مراجع و نهادها خب بشه فرمانداری قرچک، اونها مجوز دادن. اگه کسانی اعتراض دارن میتونن به فرمانداری اعتراض بکنن. مشکل مخالفت اونها نیست، میتونن یه جای جمع بشن، مجوز بگیرن، مخالفتشون رو اعلام بکنن. به هم زدن، ایجاد ارعاب و وحشت کردن اعتراض هست و این گروه ها هم همیشه و حالا بعد هر نماز جمعه این هست که مورد اعتراض اینها به راحتی در همه شهرهای اینا راهپیمایی میکنن، بدون اینکه مجوز بگیرن جمع میشن، حرفاشون رو میزنن و از این لحاظ محدودیتی ندارن. ولی بخش های دیگه جامعه هستن که
از این امکانات محروم هستن و همین فرصت‌های اندکی هم که مثل همین سخنرانی که حالا اصلاح طلبان به عنوان بخشی از نیروهای سیاسی منتقد و مخالف فرصت پیدا کردن در آستانه انتخابات حرف بزنن، با این حملات جلوی اینها هم گرفته میشه. حالا فقط هم محدود به آقای موسوی لاری نبوده یا دیگه سخنرانی قرار بوده قرچک صحبت بکنن، آقای کواکبیان هم اخیراً دچار همین به اصطلاح مشکلات شده بود و برنامه سخنرانیش لغو شد. خیلی ممنون آقای افشاری، عذر میخوام، حتما در ادامه بازم باهاتون صحبت میکنم. اجازه بدیم تلفن های خیلی زیادی داریم از طریق اسکایپ. عارف از تهران روی خط هستیم، بفرمایید. سلام آقای عارف. الو، بفرمایید. صدا میاد؟ بله، صدای شما رو ما داریم. بله، در مورد برنامه‌تون بنده اصلا موافق چنین رفتارهایی نیستم که با خشونت بریزن و یک همایشی رو به هم بزنن. اما بحث اصلی من در مورد استانداردهای دوگانه‌ایه که به نظرم بعضی هم تلویحاً اشاره کردن که یک وقت یک سری افراد میریزن و آشوب میکنن و غارت میکنن و آتیش میزنن، ما اینها رو میگیم مردم. اما وقتی یک سری افراد برن توی همایش شعار بزن، بله؟ جریان هست. شما الان دقیق تر بگین ممنون میشم. مثلا به فرض در برخی آشوب هایی که تو ایران برگزار میشه یه عده میریزن مغازه‌ای رو آتیش میزنن یا یک سری کارا و ناهنجار، خصوصا تو بعضی مواقع بود تو سال 88 که این کار انجام شد در اون اواخرش که ریختن و آتیش زدن و سوزوندن و شما اونها رو مردم نامیدید. اما شعارهایی شما الان در رابطه با حادثه قرچک ورامین نظرتون چیه؟ خب این افراد مجوز داشتن، یعنی اینکه تایید شده بودن. چرا این همایش باش مخالفت کردن؟ ببینید، بنده ابتدا گفتم که من مخالف همچین جریاناتی هستم که بخوان با خشونت و با اعمال. این افراد از کجا فرمان میبرن؟ اگر اینو پاسخ بدیم ممنون میشم، من تلفن های خیلی زیادی دارم. خب اینها اگر میخواد گفتگو باشه، خب نمیشه مخالف رو قطع کرد. شما نباید مخالف رو قطع کنید چون مخالف نظر شماست، بهونه اینکه تماس زیاد دارید. اجازه بدید مخالف هم صحبت کنه. موافق شما صحبت کردن تا این لحظه، صحبت ها هم طولانی بوده ولی زمان برنامه محدود هستش. من از شما خواهش میکنم پاسخ سوال من رو بدین، ممنون میشم. نیروی خودسر در خیلی جاها هست و ممکنه خودشون عمل کنن، از جای حتما نباید خط بگیرن. خیلی ممنون از شما. شما معتقد هستین که اینها نیروهای خودسر بودن. آقای دانیال از آمریکا روی خط هستین از طریق تلفن. سلام، اوقات شما بخیر، همچنین مهمون برنامه‌تون. ببینید حالا غیر از این گروه های فشار، بلافاصله آقای محمد نوروزاد، این مرد شجاعی که چند ساعتی از به اصطلاح از دستگیریش، از آزادیش بعد از دستگیری دیروز گذشته، میاد تعریف میکنن که گروه های فشار غیر رسمی که هیچی، خود به اصطلاح اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دیروز توی یه به اصطلاح بازی جیمز وان بازی چندین ساعتی. آقای دانیال عذر میخوام ازتون، ممنون از اینکه اطلاعات دیگه ای رو میدین. در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنیم ممنون میشم. در رابطه با حادثه قرچک ورامین به نظر شما این نیروها از کجا فرمان میگرفتن؟ خب ببینید، من تا اونجایی که یادمه ما اون اوائل اینا رو اسمشون رو گذاشته بودیم فالانش و بعد هم تبدیل به حزب الله اینا شدن. اینه که سابقه 30 چند ساله دارن و همیشه از ضروریات این حکومت موازیه ولایت فقیه و ریاست جمهوری هستن که اونا به هر صورت یه دولتی که میخواد این مسائل از سر خودش به در کنه، ولی خوشون آقای خامنه ای همیشه حالا لباس شخصیش لباس رسمیش حضور دارن و سعی میکنن که مخالفا رو به شکلی حالا یا محدود کنن یا سرکوب کنن. من خواهشم از آقای علی افشاری اینه که ببینید، ایشون دوران زیادی توی جمهوری اسلامی بودن. آقا حالا ما از داخلی ها انتظار نداریم، شما یه فقره از اون به اصطلاح کارهایی که بر علیه حسی دیگران توی رژیم بودین و انجام میدادید و یا در جریانش هستید یا به شکلی میتونستین کاری بکنین نکردید، آقا یه فقره شما مرد و مردونه برای شنونده ها توضیح، بیننده ها توضیح بدین. چون ما از کسانی که داخل هستن مثلا رفسنجانی توقع نداریم، ایشون نمیتونه این مسائل رو بیان کنه، ولی شما که خوشبختانه اومدیم بیرون و به قول خودتون فاصله گرفتیم.
ارتباط تلفنیمون با آقای دانیال قطع شد، حتما برمیگردیم سوال ایشون رو از آقای افشاری میپرسیم. در ادامه برنامه روی خط با ما همراه باشیم. برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. 1152.5 شرقی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 56، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 مگاهرتز، FEC 34، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12-15 درجه غربی، فرکانس 12608 مگاهرتز، FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 305.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز، FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. با برنامه روی خط همراه هستین. آقای افشاری، سوال بعد من در رابطه با اطلاعات هستش که الان با توجه به اینکه در عرصه انقلاب اطلاعات قرار داریم و مردم دسترسی دارن به اطلاعات، اگر این همایش بدون هیچ مشکلی برگزار میشد، شاید اینقدر واکنش هم با واکنش روبرو نمیشد. اما با توجه به نسل جوان ایران و همینطور دسترسی اونها به شبکه های اجتماعی، آیا به نظر شما دیگه زمان این نرسیده که چنین گروه های فشاری دیگه منسوخ بشن؟ ببینید، نه، به دلیل اینکه کارکرد این گروه های فشار این نیستش که حالا مثلا کاری رو انجام بدن و مردم هم درباره اونها داوری و ارزیابی بکنن، که حالا دلیل اینکه به هر حال این موجی که در حالا شبکه‌های اجتماعی یا دیگر بخش‌های جامعه در محیط‌های فیزیکی ایجاد میشه، باعث بشه که اونها احساس بکنن کار به ضررشون بوده. این کارها انجام میشه که فضای وحشت ایجاد بشه و در اصل هزینه ایجاد بشه برای گروه‌های حالا همین نظیر اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به روحانی که میخوان در انتخابات پیش رو حضور جدی داشته باشن، در رقابت‌ها شرکت بکنن. این پیام رو میخوان بدن که به نیروهای حامی اونها که حضور شماها براتون هزینه داره. یعنی در اصل این اقدام گروه‌های فشار فقط کارهای ایزایی یا به هم زدن یا یک نوع مانور قدرت موردی و مقطعی نیست، بلکه یک پیامی رو داره میده که یک برنامه پشت سر وجود داره، یک حرکت محدود کننده هستش که قرار هست و این هشدارهای اولیه است. و اگر ما بخوام الگوی رفتاری گروه های فشار و برخوردهای مشابه رو در جمهوری اسلامی دنبال بکنیم، میبینیم که این گروه ها معمولا به دو صورت عمل کردن. در یک جاهایی خب اومدن و اون در از گفتمان رسمی حکومت رو تبلیغ کردن، ترویج کردن، مواضعش رو جا انداختن، و یک جاهایی نقطه شروع برخوردهای رسمی حکومت بودن. یعنی کسانی که اول از طریق گروه های فشار زیر ضربه رفتن، برن توسط خود قوه قضاییه و نیروهای امنیتی مورد بازخواست قرار گرفتن، دستگیر شدن، حذف شدن. بنابراین این پیام رو میخوان القا بکنن و از این لحاظ که حالا در شبکه‌های اجتماعی اکثریت علیه اونا موضع بگیرن، این تأثیر بازدارنده نداره. ولی اگر عکس‌ها و فیلم‌هایی بیاد که هویت این افراد شناسایی بشه، خب بله، این طبیعتاً در اونها تأثیر بازدارنده رو خواهد داشت. من یک آقایی که اینجا برمودن من موضوعی رو مطرح کردن که از من خواستن مثلا من افشاگری بکنم، ایشون در درک درستی از من نداشتن. من هیچگاه در جمهوری اسلامی صاحب سمت مقامی نبودم. من از جنبش دانشجویی شروع کردم و در دوران اصلاحات فعال بودم، ولی هیچگونه مقام دولتی نداشتم و اطلاعات خاصی هم از اون تو ندارم و خودم هم در جایگاهی نبودم که بخوام اقدام خاصی رو انجام بدم. من که در موضع جامعه مدنی و جنبش دانشجویی از همون ابتدای فعالیتم با گروه‌های فشار، با اقتدارگرایان، با کسانی که مخالف آزادی‌ها بودن درگیر بودم و بعد هم به همین دلیل هم راهی زندان شدم و بعد هم در نهایت مجبور به
حجت کشور شده. ولی برای من از این فرصت میخوام استفاده بکنم، این که بهار مرتب شما این سوال رو مطرح میکنید که پشت سر این گروه ها چه کسی هست. ببینید این گروه ها اینقدر قدرت دارن که در داخل خود بیت رهبری، در مراسم ماه عزاداری و حال محرم و بزرگداشت امام حسین، در حضور خود آقای خامنه‌ای علیه دو مقام برتر ارشد نظام که رؤسای دو قوه مجریه و مقننه هستن، یعنی حسن روحانی و علی لاریجانی، ادعای شعار میدن و شعارها هم توهین آمیز هست. بنابراین خود همین مسئله نشون میده که این گروه ها از کجا پشتیبانی میشن. این ادعا که در داخل قدرت توانایی برخورد با آنها نیست هم پذیرفته شده نیست، چون به حال موارد دیگه دیده میشه که نه حکومت خیلی محکم برخورد میکنه با حتی همین گروه های فشار یا نیروهایی که در اصولگرایان بودن که بعدا موضع انتقادی پیدا کردن یا خارج از چارچوب ها عمل کردن، اینو با اینها برخوردهای خیلی تندی شده و حتی شاید تندتر از مخالفین هم اونها مورد اذیت و آزار قرار دادن. ولی وقتی این اتفاق نمیفته اون وقت این فرضیه تشدید میشه که این نیروها در نهایت گوش به فرمان پیام هایی هستن که حالا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم و در چند مرحله از بیت رهبری صادر میشه و نهادهای زیر مجموعه رهبری اونها رو هدایت و هماهنگ میکنن. اما نیروهایی که توان برخورد با اینها رو دارن، خب نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضاییه هستن که خب عملا به دلیل همسویی مواضع کسانی که در مقام مسئولیت این نهادها هستن با کسانی که در عرصه میدانی کارهای ایزایی رو انجام میدن، ما میبینیم که هیچ برخورد با اونها نشده و دولت به معنای قوه مجریه ابزاری برای برخورد با این گروه ها نداره الا افشاگری و روشنگری، که متاسفانه دولت آقای روحانی تا به این لحظه اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده. ممنون آقای افشاری از توضیحاتتون. اجازه بدین تلفن ها رو ادامه بدیم. آقای سعید از تهران روی خط هستین، سلام بفرمایید. سال 78 در دانشگاه تهران عده حمله کردند به آقای موسوی لاری و زدن زیر عمامه ایشون، عمامه ایشون رو انداختن. شما گفتین اینا جنبش دانشجویان و عده‌ای از اونا الان دارن با شبکه صدای آمریکا همکاری میکنن. تعریف شما از گروه فشار چیه؟ شما که الان دارین با این گروه فشار دارین همکاری میکنین. شما در رابطه با حادثه قرشک ورامین لطف کنیم به ما بگیم به نظر شما این افراد که این همایش رو به هم زدن، به نظر شما از کجا فرمان میگیرن؟ ببینید چرا با توجه به 16 نهاد امنیتی که در ایران وجود داره، چرا نمیتونن به راحتی این افراد رو شناسایی بکنن، در حالی که سخنگوی قوه قضایی هم گفته که این باید پیگیری بشه و این افراد باید مشخص بشن؟ بفرمایید. ببینید آقای موسوی لاری در همایشی که در قرشک برگزار شد خودشون توسط مصاحبه کردن، گفتن عمامه من نیفتاده، من خودم عمامه‌مشو و عمامه برداشتم برای پیشگیری و عده بادیگارد ایشونو همراهی میکردن. من تعجب میکنم از شما آقای افشاری، کسانی که ادعای آزادی بیان دارید، یعنی مردم، آقای افشاری میگن عده در بیت رهبری شعار میدادن، یعنی شما میخواید دهن مردم هم ببندید که مردم حتی شعار هم ندن؟ کسی که شعار میده اسمش میشه گروه فشار، بعد کسی که بزنه زیر عمامه آقای موسوی لاری تو دانشگاه تهران شهر رو به آتیش بکشه، به اموال عمومی، به اموال خصوصی مردم آسیب بزنه، غارتگری بکنه، این میشه اسمش جنبش دانشجویی. و خیلی ممنون از شما که در برنامه شرکت کردین آقای سعید. آقای جمشید از تهران از طریق اسکایپ روی خط هستین، زمانمون خیلی کوتاه، ممنون میشم اگر کوتاه در رابطه با برنامه صحبت کنیم. سلام میکنم به شما. من چون وقت ندارید سریع نکته رو اشاره کنم. این حرفی که آقای افشاری زدن البته خیلی برای من عجیبه، ایشون آدم مطلعی هستن. این بحثی که توی بیت رهبری شعار داده شده، من دیدم فرداش خود همون سایت انتخاب بود که این مسئله زده بود، عذرخواهی کرد و گفت نه ما اشتباه کردیم. حالا قصد ایشون از دادن این اطلاعات خیلی کوتاه در رابطه با برنامه اگر صحبت کنیم ممنون میشم. مسئله که هستش، ببینید ما باید معیارمون یکی باشه. من یک مثال برای شما میزنم. من امروز روزنامه بهار رو داشتم میدیدم که زده بود گروه فشار و خودسرها ریختن اومدن زدن و فلان. در یک ماه قبل یک سخنرانی نماینده مردم بافق توی مجلس
توی شهرستان بافق به هم ریخته شد. همین روزنامه که بالاخره قرابت خوبی هم با آقای افشاری دارن اومد زد انزوای فلان، مردم ریختن این رو به هم زدن. خب وقتی به نفع آقای افشاری دوستانشون اصلاح طلبا باشه اینا میشن مردم، اما وقتی نه اتفاق بیفته یه دونه ترقه شلیکشه میشن نمیدونم دلواپس. خیلی ممنون از شما آقای افشاری. در دقایق پایانی هستیم، یک دقیقه و نیم بیشتر وقت نداریم. به عنوان آخرین صحبت بفرمایید، چون نظرها تقریبا شبیه هم بود. این افرادی که تماس گرفته بودن نشون میده که این دوستان اصولگرا و مدافعان گروه فشار در داخل هم خوب بسیج شدن و از این فرصت تماس تلفنی با صدای آمریکا خوب دارن استفاده میکنن، چون واقعا این تعداد این نوع سوال ها تناسبی با توزیع واقعی دیدگاه ها در جامعه ایران نداره. اما از این بگذریم، ببینید این تصویر بردازی دروغینی که صورت میگیره همیشه به حال برای بخش توجیه همکه گروه فشار بوده. هیچ کس در سال 78 نه در 88 مغازه را آتیش نزده بود، علی‌رغم اینکه قوه قضاییه همه امکانات و ابزارها رو داره. اینها جز پرونده سازی و تحت شکنجه قرار دادن برخی از افراد و گرفتن اعترافات دروغ هیچ گونه سندی برای این ادعاها نتونستن درست بکنن و برعکس همون جریان‌هایی که کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیدن اون حمله وحشیانه را انجام دادن، شبانه خانه و آسایشگاه دانشجو رو بر سرش خراب کردن، همون عوامل نفوذی برای اینکه جنبش‌های اعتراضی رو به انحراف بکشن اون کارهای تخریبی رو انجام دادن یا به بزرگنمایی پرداختن و به اصطلاح دروغ گفتن. یعنی بخشی از کارهای حمایتی و لوجستیکی و ترویجی برای گروه‌های فشار همین تبلیغات دروغینی هستش که عنوان میشه. مثلا گفته میشه من همکاری دارم با صدای آمریکا، من همکاری خاصی ندارم، به عنوان کسی که بعضی اوقات به عنوان یک مصاحبه شونده در اینجا حضور دارم. از همین دروغ کوچک شما در نظر بگید تا به دروغ‌های بزرگتر برسیم. هیچگاه، یعنی مقایسه کنید که گروه‌های مدافع حکومت، بخش مسلط حکومت، الان اصولگرایان، اینها برنامه‌هاشون به هم نخورده. خیلی خیلی اندک است. اگرم باشد دیده من محکومه، ولی گروه‌های مخالف دگراندیش اصلاح طلبان خیلی ممنون آقای افشاری. به پایان برنامه گروه فشار بودن. عذر می‌خوام از شما، به پایان برنامه رسیدیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشین. و اما پرمخاطب ترین خبرها در شبکه‌های اجتماعی. نیلوفر اردلان که یادتونه با دستور دادستانی به همراه تیم ملی فوتسال بانوان به گواتمالا رفت. خانم اردلان در این باره به وبسایت برنامه 90 گفته حضور من در اردوی تیم ملی فوتسال با اجازه دادستان و مجوز یک بار خروج از کشور و ربطی به مشکلات قبلی من در خروج از کشور نداره و از مسئولان فدراسیون فوتبال و همچنین دادستان تهران تشکر کرده. و برنامه فردا، ایدز از بیماری‌هایی که سخن از اون برای سال‌هاست در میان مردم ایران به تابو تبدیل شده. اینک طرح اتوبوس ایدز با همکاری شهرداری تهران و وزارت بهداشت عملی شده. آیا شما کسی رو می‌شناسین که از این اتوبوس‌های ایدز و خدمات اون بهره‌مند شده باشه؟ 202-382-7205 تا فردا، روز شب خوش. صدای آمریکاست.